خب ما توی این قسمت میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم یه دونه تول تیپ درست بکنیم. تول تیپ چی هست؟ تول تیپ وقتی چیزی هستش که برفرض نگاه کنید من موسم رو الان برای مثلا 2 دقیقه روی یه چیزی نگه دارم، میگم 2 دقیقه، کمتر از 2 دقیقه روی مثلا یه آیتمی توی مثلا ویندوز یا یه چیزی نگه داره، یه تول تیپی میاد بالا. حالا اینجا درست حسابی نشون نمیده، ولی مثلا برفرض من روی این آیتم موس رو نگه دارم، یه چیز زردی بغل موس من میاد بالا، بهش میگن تول تیپ. بکنید برفرض من اینجا توی میخوام قبل از اینکه شروع بکنم کار بکنم شما بفهمید که تول تیپ چی هستش. نگاه کنید تول تیپ یه چیزی مثل این هست، میبینید وقتی موسی رو روی یه چیزی میگیرید تول تیپی مثل این میاد بالا. جی کوری اینا رو قشنگ واسه شما میسازه، منتها من تول تیپی میخوام بسازم که برفرض من اگر مثلا رفتم روی این کلیک کردم یا این روی این شورت و کورسر کلیک کردم، وقتی یه چیزی تول تیپی میاد بالا، وقتی من گذاشتم موسم رو روی این مثبت، این عکسی به این صورت بیاد بالا اینجا و نشون بده که مثلا این تول تیپ هستش و این عکس رو بزرگتر نشون بده. فعلا در حال حاضر وقتی که من موسم رو روی این میگیرم چیز کاری برای من نمیکنه. خب میام روی اینجا و الان اگر نگاه بکنید من فایلی دارم. نگاه بکنید میرید ایندکس رو باش کاری نداریم جای دیگه، ولی این فولدر گیر رو باز میکنید. توی انجمن این فایل رو قرار دادم، میرید روی بوردز کلیک میکنید. وقتی روی بوردز کلیک کردید این صفحه میاد بالا به این صورت. خب ولی ما یه دونه دیف تگی داریم اینجا که این دیف تگ اینجا بسته میشه. خب این دیف تگ اینجا باز میشه، کلاسی داره به نام تول تیپ کانتنت و آیدی داره به نام تول تیپ 1. خب که حالا میتونید 10 تا تول تیپ داشته باشید، میتونید 20 تا تول تیپ داشته باشید، فرق نمیکنه. که چیکار بکنه؟ میره از داخل ایمیج ها عکس بزرگتری از این مثلا عکسی که ما اینجا داشتیم رو میاره بالا، برفرض این دمپای رو میاره بالا، یا این عکسی که اینجاست، فرق نمیکنه، بستگی داره که هدفتون چیه. ما اگر بیایم این بالا داخل این اینجا نگاه بکنید، اگر من این تول تیپ رو اینجا پیدا بکنم، یه مقداری لاین چند بود؟ 60 خورده ای بود فکر میکنم. این وقتی آها اینجاست، نگاه بکنید این بورد کامپیتیشن، نه این ویو لارجر یا بورد کامپریشن یا چیکار میکنه اینجا. این وقتی که ما روی این کلیک میکنیم ویو لارجر، میبینید یه لینکی به ما بده که ما رو ببره تو اون عکس بزرگتر، ولی تارگتش بلانک باشه. تارگت بلانک یعنی چی؟ میگه تو یه صفحه دیگه برام باز بکن. برفرض من روی این لینک، دیدید که شما روی این لینک کلیک میکنید روی همین صفحه باز میکنه برای شما، ولی وقتی که من میزنم تارگت اندرسکور بلانک من رو میبره یه صفحه جدید باز میکنه برای من. و آیدی هم میذاریم ویو لارجر. خب توی این CSS میام چیکار میکنیم؟ یه کلاس تول تیپ کانتنت داشتیم که اینجا بود، درسته؟ یه مقدار استایل بهش میدیم، میگیم چیکار بکن، پوزیشنش رو بذار ابسولوت، دیسپلیش هم بذار نون، اوپاسیتیش هم بذار صفر. یعنی چی؟ یعنی نشون نده. خب پوزیشنش رو بذار ابسولوت، نشونش نده که میشه دیسپلی نان، اگرم نشون دادی اوپاسیتیشو بذار صفر، یعنی شفافیتشو بذار صفر. صفر شفافیت صفر چیزی رو به شما نشون نمیده. من اگر ریفرش هم بزنم اصلا از اول نشون داده نمیشه، به خاطر اینکه چی؟ من نمیخوام نشون داده بشه. برفرض اگر من میزدم اینجا 1، چون فعلا شما دارید اینجا چیز میکنید، ببینید بازم اینجاست، میبینید اینو میخوایم نشون بده. این لینکیه که ما نمیخوایم روی صفحه دیگه ببره، ما رو میخوایم فقط این رو به ما نشون بده داخلمون. این اپاسیتی رو میزنم صفر، الان مثلا اپاسیتی رو میزدم 1، دیسپلی نون رو برمیداشتم، سیو میکردم، اینجا ریفرش میزدم. خب مثلا معلوم نیست که کجا هست، این پایینه، میبینید؟ خب این پایینه، بخاطر میگم دیسپلی نون اپاسیتی صفر فعلا که اینو نشون نده برای من، نمیخوام که نشون بده تا موقعی که من اینجا این فرمول رو اینجا می نویسم، این کد رو این بالا می نویسم. چه کدی رو می نویسیم؟ یادتون میاد که ما اینجا می نوشتیم دالر ساین و بعد داخلی می نوشتیم داکیومنت، یا کاری که می کردیم می نوشتیم داکیومنت و بعد می نوشتیم دات ریدی، درسته؟ این کاری یادتون میاد. خب جی کوئری میگه چی؟ این کار یه مقدار طولانیه، بیا این کارو که من میگم بکنه، که من این کارو از اول میکردم. میگم دالر ساین، البته بذارید من این دالر ساین فانکشن
این چیکار میکنه؟ همون داکیومنت ریدی رو برام انجام میده. میگه این فانکشن رو برام بنویس. چه فانکشنی رو؟ داخل این کولی بریس به من بیا چیکار بکن؟ ویو لارجر رو بگیر، آیدی ویو لارجر که اون عکسی بودش که ما اینجا زدیم، یه آیدی دادیم به نام ویو لارجر، میبینید؟ لینکی بودش که، یعنی میگه بیا این لینک رو بگیر برای من. وقتی که روش هاور میشه این کار رو برای من انجام بده. چه کار برای من انجام بده؟ این کار داخل این که هاور میشه، یعنی موس میره روش، یعنی وقتی که من موسم رو میبرم روی این و بعد فانکشنی برای من بنویس. داخل این فانکشن گفتم داخل هاور دوتا آرگومنته، به خاطر من ویرو گذاشتم که بعدی رو بعد از این انجام بدم. فانکشن اولی به جای آرگومنت اولی مینویسیم، میگیم یه وریبل درست بکنم به نام آفست و gear item، ID gear item رو اگر من اینجا کپی کنم، اینجا F بزنم، V gear item، یه دونه اینجاست میبینید، یه دونه item اینجاست، که این چیه؟ که اون سورس ماست که ما رو میبرد کجا؟ ما رو میبرد اون عکس رو به ما نشون میداد، این عکسیه که ما میخوایم لارجر به ما نشون بده، درسته؟ فاینال. خب میگه این gear item رو بگیر برای من، آفستش رو برای من بگیر و اینجا چیکار بکن؟ یه تول تیپ وان، آیدی تول تیپ وان داشتیم که این آخر بود دیگه، که اینجا تول تیپ وان بود، میبینید؟ این رو بگیر، CSSش رو اینجوری بذار برای من، بگو که تاپش مثلا تاپ یعنی از بالا به بعد چه فاصله بده، 0 1 2 حالا هر چند پیکسلی که میخوای، آفست تاپش رو CSSش رو بذار برای من left و آفست leftش رو CSSش رو برای من بذار display و block. یعنی چی؟ یعنی میگه چی کار کن؟ تول تیپ وان رو بگیر، CSS رو اینجا عوض کن، تاپش رو بذار offset top و دوباره یه CSS دیگه داریم، leftش رو بذار offset left یعنی top left، CSS رو بذار برای من display block. display none بود اگر یادتون باشه، اینجا default display none بود یا none بود، فرق نمیکنه. میایم پایین میگیم چیکار بکن؟ تول تیپ وان رو بگیر، animate کن برای ما. چجوری انیمیت کن؟ اوپاسیتی رو بذار یک، یه ثانیه هم میخوایم بهش بدیم، 300 یعنی 300 میلی سکند بیارش بالا. الان میتونید 3 ثانیه خیلیه، یه ثانیه میتونید بهش بدید بین به نظر من بین 300 تا 700 بشه، که عددی بدید که سریع بیاد بالا، حوصله کاربر سر نره. میایم پایین، آرگومنت دومی، از اینجا تا اینجا آرگومنت اولی داخل هاور بود، دومی هم آرگومنتش اینجاست که میگیم یه فانکشن دیگه درست بکن و اینجا تول تیپ یک رو بگیر، انیمیت کن برای من، اوپاسیتیش رو بذار صفر. وقتی که این رو انجام دادی هاور شد، تول تیپ وان رو بگیر دوباره، وقتی هاور شد یعنی موس رفت روش، حالا دوباره برداشته شد چون هاور دو تا آرگومنت داره، یعنی وقت برداشته شد اوپاسیتی بالا چیز بود یک بود، حالا میگیم صفرش بکن و 300 میلی سکند هم چیز بکن و یه فانکشن دیگه درست بکن. دوباره داخل این فانکشن برای من چیکار بکن؟ تول تیپ 1 رو بگیر، CSS رو بزن display none و that's it، تمام شد رفت. پس اینجا فهمیدید از اینجا تا اینجا یه آرگومنت، از اینجا تا اینجا هم یه آرگومنت. هاور چی بود؟ هاور رو به شما درس رو دادم. هاور وقتی که روش کلیک میکنید به اصطلاح میگن چیکار میکنه؟ یه چیزی رو نمایش میده. حالا ما اگر قبل از اینکه به شما توضیح بدم یه بار دیگه نگاه بکنید، اینجا ریفرش رو میزنیم، نگاه بکنید، وقتی میرم روی ویو لارجر این تول تیپه که میاد بالا، درسته؟ روی این قرار میگیره و این پایینی که هیچی، این تول تیپه که عکس میاد بالا، بدون اینکه لینک شما معلوم شه، این میشه دیسپلی بلاک و اوپاسیتی میشه وان و این آفست هایی که تاپ و لفت بهش میدیم اینجا قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی الان فعلا دیفولت توی CSS ما پوزیشنش ابسولوته، دیسپلیش نانه. اگر ما بزنیم بلاک خب و اینو میزدیم یک، نگاه بکنید این پایین میافتاد، با اینکه با اینم میآوردیم این بالا، از این پایین برداشته میشد میومد بالا قرار میگرفت. میخوام که بفهمید و یعنی اصولا نماش داده نمیشه، افتاده این وسط ولی نماش داده نمیشه چون دادیم display none opacity zero. این از CSS. بعد میگیم چیکار بکن؟ بیا وقتی که چیز شد view larger رو بگیر، اون لینکی که ما داریم رو، یه فانکشنی واسش درست بکن. داخل این فانکشن که از اینجا تقریبا شروع میشه تا اینجا، خب وقتی که ببخشید از اینجا شروع میشه تا
تا اینجا نگاه بکنید، از اینجا تا اینجا این فانکشن ماست. که فانکشن ما چی میگه؟ میگه یه ویو لارجر رو بگیر، هاورش رو درست بکن. هاور ما از اینجا شروع میشه تا اینجا. خب میگه وقتی هاور شد، هاور دو تا آرگومنت داره، اولین آرگومنت، دومین آرگومنت. یعنی چی؟ میگیم یه وریبل درست کنم به نام آفست که گیر آیتم رو بگیره که اون عکس ما بودش، عکس ما رو بگیر، آفستش رو بگیر. خب تول تیپ 1 css آفست چی بود؟ آفست این وریبل ما بود. میگیم بگیر تاپش بکن و دوباره آفست ما رو بگیر تاپ لفت، یعنی از بالا چپ قرار بده. دیسپلیش هم بکن بلاک و دوباره انیمیتش بکن. اگر انیمیت نخواستید بکنید، بعد از این دوباره مینویسید دات سی اس اس و اینجا مثلا مینویسید اوپاسیتی داخل این اوپاسیتی و دوباره مثلا وی ویرگول میذارید، مینویسید مثلا 1 یا 1.0. میبینید اینجوری هم میشه، ولی خب من گفتم که نمیخوام این کار انجام بدم. یک حالت بهتره که مثلا 0.03 ثانیه یا نیم ثانیه طول بکشه تا این بیاد بالا. برفرض ما اگر این رو ریفرش بکنیم، نگاه بکنید، نیم ثانیه طول میکشه این بیاد بالا. میبینید به همین حالت. خب این چیکار میکنه؟ این یه مقدار تازه حوصله طرف رو سر میبره و این به ما میگه که انیمیت کن و اوپاسیتی رو، شفافیتش رو بذاری صفر و این رو نیم ثانیه طول بده. و دوباره وقتی موس برداشته میشه، هاور یعنی موس میاد روش، ولی آرگومنت دومه میگه وقتی موس برداشته میشه چیکار میکن؟ نمیتونیم بگیم بیا برگرد به این سی اس اس اولی، این به خاطر اینکه صفحه لود شده همینجوری اصولا. و میگیم وقتی که دیگه موس برداشته شده، واسه موس هم که برداشته میشه این فانکشن قرار بده واسه ما. چه فانکشنی؟ بیا تول تیپو بگیر، انیمیتش کن، شفافیتش رو بکن صفر که میشه این شیشه، نمیبینیدش دیگه، 3 میلی ثانیه بهش چیز بکن، طول بده. و حالا فانکشنی بنویس که تول تیپ رو دوباره بگیره، سی اس اس رو بکنه دیسپلی نان به همین راحتی، که اینم ساختن سی اس اس، ساختن تقریبا چیز بودش که دیگه یاد گرفتید، خیلی هم راحته. اشکال چیزی داشتید در قسمت کامنت ها بنویسید، من به شما جواب میدم.